در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با خانم نظیفه بگزاد، عضو مجلس نمایندگان. خانم بگزاد سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. و میخوایم که در نخست بپرسم خانم بگ که وضعیت در حال حاضر در ولسوالی خواجه‌غار تخار چیگونه است؟ سلام خدمت شما بیننده های تلویزیون طلوع، قسم که شما هم شاهد هستین در سرتاسر افغانستان چند تن به تعداد چند از ولایت های ما شاهد نبرد های سخت با نیروهای امنیتی ما با طالبا هست که از این عملات ولایت تخار هم بدور نمانده. واقعا که چند ولسوالی ولایت تخار عملا در درگیری های شدید شاهد عملات مختلف طالبا هست که دیروز دیشب در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار با یک پاسگاه توله بندقوی از اردوی ملی اونجا حمله صورت گرفت. بدبختانه که ما 19 تن شهید داشتیم و 5 تن از نیروهای خود زخمی داشتیم. بالاخره سرصدای ولسوالی مربوطه که ملا عمر نام دارد، واقعا یک شخص هست که به خاطر منافع مردم همیشه زنج و رحمت متقبل میشه. سرصداش بلامد که هیچ نوع همکاری با اینا صورت نگرفته و باعث تلفات نیروهای امنیتی ما در ولسوالی خواجه‌غار شد و عملا جنگ در سایر مناطق مرکزی ولایت تخار که مرکز طالقان، خلبرز و سایر نقاط ناامن است و ولسوالی دیگه هم زیر تهدید بلند امنیتی است که شامل نمکاب و ینگی قلعه و دشت قلعه و خواجه‌غار و ولسوالی چاهاب نصف بین نیروهای امنیتی و طالبا قرار داره. یعنی مرکز ولسوالی چاهاب دو نصف شده که در نصف از او نیروهای امنیتی ما و نصف بطباقیش به دست طالبا عملا فعلا هست و جنگ در منطقه آق مسجد امروز جنگ درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبا هست که در اثنای جنگ دو تن از ساتنمنا شهید شده و یک نفرم زخمی است تا فعلا. بله خانم بگ، چه چیز سبب گسترش ناامنی ها در حال حاضر در تخار شده، در حالی که ما در زمستان شاهد راه اندازی عملیات بر پاکسازی بیشتر مناطق از وجود طالبان بودیم در تخار؟ قسمی که همه با شما میداریم طالبان با تعهدنامه صلحشون، صلح کاذبه که هیچ نوع بر منافع افغانستان هیچ نوع اولویت نداره و در گذشته باعث ابی عملات امروزی نیروهای امنیتی و دفاعی ما در گذشته به خاطر پاکسازی ساعات عملا کار کرده بودند، ولی این عملات موقتی که هیچ نوع درد ملت تخار دوا نمیکنه، عملات موقتی و تجهیزات و امکانات نادرست نفرستادنش باعث از این میشه که طالبان بار بار رویه بگیرن و بالاخره با بالای ولایت تخار و ولسوالی های ولایت تخار حمله نمایند. همی دلیل یکی رهبریت ناسالم در ادارات حکومت محلی خود ولایت تخار و در سطح رهبریت ولسوالی ها باعث از این شده که طالبان رویه بگیره و همچنان نبود امکانات و تجهیزات ناکافی یکی از دلایلش است که در اثنای جنگ اینا بر ازای رویه داده میشه و تشویق حمایت میشه و بالاخره طالبان بار بار باعث حمله ور شدن طالبان به مناطق مختلف ولایت تخار میشه و در طی چند روز گذشته که با دو سه روزی که میگذره قطع شبکه‌های مخابراتی هم یک پیامد ناگوار بر مردم ولایت تخار داره که ارتباطات نیروهای امنیتی در مناطق مختلف قطع است با نیروهای حکومت محلی ولایت خود تخار که والی و ولایت سقمندان هم از طرف شبانگام قطع است و این یک دلیل ناگوارش ای است. بالاخره این دلایل مختلف است که مردم تخار امروز درد میکشه، رنج میکشه. هر روز در یک ماهی که گذشته ما 51 تن از نیروهای خود در 51 تن ما در ولسوالی خواجه‌غار تنها به شهادت رسید. بالاخره این عملات با جدن خواهش میکنیم که از حکومت مرکزی، نهادهای امنیتی در این قسمت توجه بکنن و به خاطر معارسازی قسمی که وزارت دفاع اعلان کرد که مالت نیروهای امنیتی و دفاعی مالت تدافی را داره، تا چه وقت از حالت تدافی استفاده میکنه؟ بله خانم، در حالی که طالبا هر روز به اینها توجه میبره و 19 تن از نیروهای دولتی در خواجه‌غار در حال حاضر اینا جان باختن، چه کسی مسئولش است؟ بالاخره چه کسی باید پاسخ بده؟ پاسخگویی کمتر از طرف حکومت مرکزی، سرپرستهای مربوطه بر مردم وجود نداره. بالاخره باعث بدبختی در یک ماهی که گذشته باعث بدبختی بر مردم تخار، رنج و درد. تا چه وقت ما شاهد از این باشیم که خانم بیوشه و مادر فرزند خود از دست بده و به خاطر داغدار شدن درد فرزند و یعنی سرپرستی خانواده و یک
خانه و یک اجتماع را به عهده بگیره. پس مسئولیت پذیری از یا باید بر حد کامل اینا مسئولیت پذیری خود ادا بکنن در قبال مردم، مسئولیت خود ادا بکنن به خاطر تجهیزات مؤثر و روان کردن امکانات و تشویق و حمایت نیروهای امنیتی دست به کار شود. ما بحث کرونا را جدی میگیریم. تلفاتی که در یک دو ماهی که گذشت به خاطر بحث کرونا این تلفات 33 تن اضافه تر از بالاتر از 33 تن است، ولی تلفاتی که در یک شب نیروهای امنیتی و دفاعی ما در چند ولایتی که داشته بالاتر از 40 نفر است و امروز هم شاهد عملات جنگ شدید ما در ولایت تخار هستیم. بله خانم بیک، نه تنها تخار، در روزهای پسین در حدود 9 ولایت دیگر هم شاهد حملات گسترده از طرف طالبان بوده، اما چرا نازهای امنیتی در قسمت تامین امنیت در این چنین یک شرایط دشوار کوتاه آمدن؟ چون یک برنامه دراز مدت وجود نداره، به خاطر رهبریت مدیریت جنگ ما جدن خواهش میکنیم که حالت تدافعی را کنار بگذارن. در این شرایط اساس و خاطر دفاع از جان مردم و خون مردم اینا دست به کار شوند. بحث جنگ یک بحث خاموش نیست، بلکه یک بحث است که طالبان هر روز بالای نیروهای امنیتی تاجوبی را به کار میگیرند و به خاطر شهادت رساندن امنیتی ما هزیچ نما دریغ نمیکنند. بالاخره حکومت مرکزی و سطح رهبریت وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی یک تدابیر لازمه را به خاطر مدیریت جنگ که در آینده اگر اینیا مدیریت جنگ به دست خود نگیرند شاهد بدبختی زیاد بر سایر ولایت و سایر مناطق دیگه افغانستان و شاهد سقوط مرکز ولایت تخار و حتی ما طالقان خواهد بودیم. بله خانم بیگ، با این شدت که در حال حاضر حملات در بخش‌های مختلف از افغانستان انجام میشه، یعنی ما شاهد بدتر شدن وضعیت با گرمتر شدن هوا بعد از این خواهیم بود؟ طبعا که اگر مدیریت جنگ به این شکلی که فعلا ادامه داره، به این شکل اگر مدیریت جنگ باشه، ما شاهد حملات ناگوار طالبان در آینده نزدیک خواهد بودیم. طالبان از هر نوع امکاناتی که در دسترس دارند به خاطر موقف طلبی و جاه طلبی خود و برتریت طلبی و امتیازگیری از این امکانات خود استفاده میکنن و باعث دبزانو در آمدن نیروهای امنیتی ما میشه. پس به این اساس اینا باید مدیریت جنگ به شکل درستش با یک هماهنگی کامل و با تغییرات آوردن در سطح رهبریت ولایت ها مختلف اینا میتونن که مدیریت جنگ به دست خود بگیرن و با تجهیزات و امکانات لازمه که نیازمندی هر ولایت از به ولایت مربوطه بفرستن تا که بتونن مدیریت جنگ بگیرن و ما شاهد عملات بعدی نباشیم. بله خانم بیگ، من در مورد پرسه سال میخوام از شما یک سال داشته باشم. همزمان با امضای توافق سال میانه امریکا و گروه طالبان انتظارها همین بود که خشونت‌ها تا اندازه یک کاسته شود، هرچند در مقابل نیروهای خارجی از عملات کاسته شده و کاهش یافته، اما همچنان بر نیروهای دولتی هم مانند گذشته این حملات شدت داره. چرا؟ قسمه که با شاهد توافقنامه تعهد صلح بین طالبان و امریکا بودیم، هیچ نوع بر منافع افغانستان تا هنوز کار نکرده. هر روز شاهد شدت بخشیدن جنگ و تلفات بیشتر از نیروهای نظامی و ملکی ما شدیم. پس به این اساس این تعهدنامه صلح و یا توافقنامه صلح که هیچ درد ملت افغانستان دوا نمیکنه. طالبا گروهی هستند که هیچ وقت به خاطر منافع مردم افغانستان فکر نکرده، همیشه منافع کشورهای بیگانه را بالای مردم افغانستان تحمیل کردن و جدن ما از حکومت مرکزی میخواهیم که به خاطر پیشبرد یک توافقنامه که در او هیچ نوع تعهد طالبان وجود نداره، طالبان خودشون عملا اعلام کرد که ما با حکومت امریکا صلح میکنیم و با برادرای مسلمانی که همیشه اونا در خط نبرد جنگ هستن با اینا هیچ نوع تعهد صلح وجود نداره. پس نیروهای امنیتی هم با این موافقتنامه صلح که امروز تا زمانی که طالبان با این موافقتنامه آمادگی نشان نده و به خاطر منافع مردم افغانستان کار نکنه، پس نیروهای امنیتی ما با یک برنامه درست و مدیریت سالم رهبریت جنگ به خود بگیرن که مردم از بدبختی، بس کرونا، بس مشکلات سیاسی، بس مشکلات اقتصادی مردم افغانستان و بس ناامنی که بیشتر از مردم افغانستان قربانی میگیره به این بس خاتمه بده. بله تشکر خانم بیک، وقتتون در اختیار ما گذاشتین. سپاس از شما.